با توجه به موفقیت قابل توجه محصولات حلال در سالهای اخیر در ژاپن صادرکنندگان لباسهای محجبه اسلامی برای ورود به بازار این کشور آسیایی در حال رقابت با یک دیگر هستند متخصصان معتقدند که عدم پذیرش برهنگی در فرهنگ سنتی مردم ژاپن سبب شده است که پوشاک محجوب و لباسهای پوشیده اسلامی موفقیتی زیاد در این کشور داشته باشند شینجی اوریتا رئیس و مدیر اجرایی مسلمان انجمن مد ژاپن در مصاحبه با خبرنگاران در باره گفت هدف ما این است که از طریق لباسها ها و پوشاک اسلامی مسلمانان را درک کنیم همچنین این فرصت را برای خارجی ها ایجاد کنیم که ژاپنی ها را درک کنند یونو ناکا متخصص در مطالعات اسلامی و استاد سیاست های مدیریت در دانشکده ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه کیو نیز نظراتی مشابه دارد. به گفته نوناکا بسیاری از زنان ژاپنی برهنگی را قابل پذیرش نمی دانند. نوناکا متخصص در مطالعات اسلامی و استاد سیاست های مدیریت در دانشکده ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه کیونیز نظراتی مشابه دارد. به گفته نوناکا، بسیاری از زنان ژاپنی برهنگی را قابل پذیرش نمی‌دانند. نوناکا می‌گوید: "به نظر من ژاپن ماننده دیگر کشورهای آسیایی به طور سنتی به فرهنگ پوشاندن بدن گرایش دارد." بسیاری از شرکت های تجاری ژاپن مانند یونیگولو امروزه برای جذب خریداران از واجه های چون مد محجوب استفاده می کنند و این چیزی است که صادرکنندگان و طراحان محلی باید در نظر بگیرند. به یفزود من فکر می کنم استفاده از واژه محجوب نشان می دهد که بازار لباس های محجبه مخصوص مسلمانان نیست و این طرز پوشش برای غیر مسلمانان نیز پسندیده تر شده است. گفتنی است بازار پوشک ژاپن با توجه به آمار کامپایر در رده بازارهای بسیار بزرگ قرار گرفته و روندی رو رشد دارد و به ای که پیش بینی می شود از 63 و 72 دهم میلیارد دلار در سال گذشته ای به هفتاددوهفتد دهم میلیارد دلار در سال 2020 برسد